فلسفه تاویست برای صلح، رضایت و تعادل در زندگی تهیه شده در وبسایت سوخت جت تاوت چینگ نوشته لاوتسه تاو تچینگ یکی از متون بنیادی تاویسم هستش که احتمال داده میشه چهار قرن پیش از میلاد نوشته شده باشه تاویز جنبش فلسفی و مذهبی هستش که طرفداران زیادی در سراسر سر جهان داره حکمت شاعرانه تاو چینگ در طول قرنها الهام بخش و جافدانه بوده خب سلام سلام امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه شنوندهای خوب سایت سوخت جد امیدوارم که بتونیم یک خلاصه کتاب جدید رو با هم دیگه گوش کنیم بخونیم و یاد بگیریم و یادداشت هم برداریم شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی و پادکست های بیشتر به سایت سوخت جد مراجعه کنید با ما همراه باشید در خراد باستانی غرق شوید و دیدگاه جدیدی به زندگی به دست آورید اگه میگیم خرد تاییست امتحان خودش رو در طول زمان پس داده دلیل موجهی داریم برای بسیاری از ما زندگی میتونه یه مبارزه باشه ما دائما در حال جنگیدن هستیم که از سربالایی بالا بریم یا ناامیدانه تلاش میکنیم که سر پا بمونیم هر استعاره ای رو هم که شما ترجیح بدید احساس پشتشون یکیه هر روز از زندگی و زندگی کردن میتونه به منزله یه نبرد باشه تاو تچینگ برای حرکت رو به جلو راه حل ارائه میده و دقیقا به همین دلیله که انقدر دلپذیره تاو تچینگ برعکس روی کرده تهاجمی هستش که میگه از دقیقه به دقیقه زندگی باید استفاده کرد و خیلی از ما یاد گرفتیم که این روی کرد رو تحسین کنیم مسیر تاو در زندگی مسیر آری از مبارزه است و به هماهنگی با محیط برمیگرده و البته هیچ کاری نکردن منظور از هیچ کاری نکردن چیه؟ در ادامه بیشتر توضیح میدیم. درس شماره یک یک کتاب یا یک گلچین از مطالب مختلف؟ سخت میشه یه متن باستانی رو توضیح داد و وارد زمینه تاریخی اون متن نشد. این موضوع در مورد تاو تچینگ هم صدق میکنه. تاو تچینگ خودش به تنهایی 81 فصل کوتاه داره. هر کدوم یه قطعه شعر هستن که اندکی حکمت در اونها هست. اما اگر از این فراتر بریم همه چیز خیلی پیچیده تر هم میشه هر کس که این فصل های کوتاه رو بخونه متوجه میشه که شباهت هایی با هم دیگه دارن تقریبا مثل این میمونه که همه اونها یک چیز رو با کلمات متفاوت بیان کنن به عنوان مثال به این متن از فصل 22 دقت کنید مرد خودش را خود نمایی نمی کند و به همین دلیل است که دیده می شود. او خودش را بر حق نمیداند و به همین دلیل است که آوازه خوبی دارد لاف نمیزند اما شایسته است نه تنها فخر فروشی نمی کند بلکه برد بار نیز هست حالا بیایید متن رو با فصل 24 مقایسه کنیم کسی که خود نمایی می کند دیده نمی شود کسی که خود را بر حق می داند نامی نیست کسی که لاف می زند شایستگی هیچ چیزی را ندارد کسی که فخر فروشی می کند بار نیست این دو متن در اصل یک موضوع یکسان را به طور مثبت و منفی بیان میکنند و این تنها باری نیستش که متن یک کتاب موضوع رو با تغییرات جزئی بیان میکنه و دقیقا به خاطر همین ویژگی نامنظم تاوته چینگه که برخی از محققان اون رو گلچینی از نویسندگان متعدد میدونن نه اینکه این, این نویسنده خاص همه اینها رو نوشته باشه البته مدت هاست که این متون رو به نسبت میدن اما شواهد خیلی کمی هست که نشون بده اون یه شخصیت تاریخی واقعی بوده چیزی که ماجرا را از این هم گیج کننده تر میکنه اینه که ترجمه کلمه لاوتسه یعنی پیر مرد هستش بنابراین امکانش هست که تاو تیچینگ مجموعه ای از گفته ها باشه که در طول سالهای بسیار زیادی نقل و گردآوری شده باشند و حالا به این احتمال هم هست که بیشتر بخش های ترکیبی از دو چیز باشه نقل قولهای های که به صورت شفاهی بیان و نسل به نسل منتقل شدن و بعد هم متون کوتاهی که جملات قبلی رو توضیح میدن اما چرا ما چنین فکر میکنیم خیلی از فصل این کتاب بخش های شعرگونه ای دارن که در نسخه اصلی و ترجمه نشده کتاب دارای ریتم و قافیه هستش و باعث میشه حفظ کردنش برای مردم راحت تر باشه بعد از این بخش شعر مانند نوشته خلاصه شده ای هست که شباهتی با بخش قبلی نداره اما این هم منطقیه چون همونطور که خواهیم دید این بخش شاعرانه کمی رازآلود هستند پس گذشتگان وقتی داشتن اونها رو گردآوری میکردند برای اینکه مطالب بهتر فهمیده بشه اونها رو تفسیر کردند به علاوه وقتی به سه قرن پیش از میلاد نگاه میکنیم میبینیم که این دست از گلچینها رایج بودند آنالکت های کنفیسیوس هم مجموعه ای از سخنان مشابه هستش تاوت چینگ هم همینه ما فقط اسم لاوتسه رو داریم اما ممکنه کتاب مجموعه ای از سخنان حکیمانه در فرهنگ چین باستان باشه که طی سالها در کنار هم جمع آوری شده باشند مجموعه ای که گلچینی از قطعات ادبی باشه این مزیت رو داره که از نظر موضوع و محتوا نظم و ساماندهی خوبی داشته باشه اما به نظر میرسه که اصل سازماندهی چینگ حول تکرار کلمات یا عبارات خاص متمرکز باشه حتی اگه این متون پیام های متفاوت و یا حتی متناقضی با همدیگه داشته باشند به عنوان مثال در فصل پنجم دو قسمت هست که از عبارت زمین و آسمان استفاده میکنه اما این دو قسمت معانی متفاوتی رو بیان میکنن و کسی سعی نکرده که بینشون ارتباط یا هماهنگی برقرار کنه همه اینها به این معنیه که با وجود این کتاب تاو تچینگ یه اثر ادبی کوتاهه اما خیلی چیزها داره که باید بررسی و تجزیه و تحلیل بشن خب حالا که با زمینه تاریخی تاو تچینگ آشنا شدیم بیاد به سراغ خود سخنان حکیمانه بریم درس شماره دو تاو وصف ناپذیر چطور میشه راجب چیزی حرف زد که قابل توصیف نیست این یکی از پیچیدگی‌های اصلی فلسفه تاویسم هستش چون تاو در مرکز فلسفه تاو قرار داره اما با این حال فقط یک کلم است که برای اشاره به چیزی به کار میره که نه اسم داره و نه قابل توصیفه خود کلمه تاو رو میشه به راه ترجمه کرد در آین کنفوسیوس پارادوکس مشابهی در توصیف راه وجود داره بنا به گفته کنفوسیوس یکی از اصول اصلی پیروی از راه چیزی به اسم وو وی یا پیمودن این همون چیزیه که در مرکز فلسفه تاو تا هم هست اما در هیته تاویسم تاو معنای فراتری داره در آین کنفیسیوس منظور از راه در اصل مسیر بهشت هستش یه سبک زندگی فضیلت مندانه که در نهایت شما رو به بهش میرسونه اما در تاویسم تاو نه تنها یک راهه بلکه نیروی آفریننده ای هم هست که در پس همه چیز از جمله زمین و آسمان هم قرار داره و به همین دلیله که تاویسم که برای بعضی از فلسفه فراتر میره و به یک اهمیت دینی خاصی میرسه و به همین دلیله که نمیشه برای تاو اسم گذاشت یا اون رو توصیف کرد تاو از پیش از کلمات وجود داشته ویژگی های ظاهری نداره و ویژگی نداره که قابل نامگذاری باشه بنابراین وقتی در تاو تا او رو میخونیم نیروی رو در نظر میگیریم که جهان ما و هر چیزی که ما میبینیم رو به وجود آورده اما علاوه بر همه اینها سبک زندگی رو در بر میگیره که با اون نیروی عالی خلاق هماهنگی داره سوخت ایده زندگی در هماهنگی با دنیای طبیعی ممکن ساده به نظر برسه اما تائوئیسم پیچ دیگی های خاص خودش رو داره تا او مسئول همه چیزه از چیزهای قوی و قدرتمند گرفته تا ضعیف و انعطاف پذیر تا مسئول همه چیزه از چیزهای قوی و قدرتمند گرفته تا ضعیف و ناپذیر و همین دلیل ما نمیتونیم چیزی رو ذاتا بهتر از چیز دیگه بدونیم تا او مسئول چیزهای بد نیست در واقع وقتی به دنیای اطرافمون نگاه می کنیم، نباید به خوبی و بدی فکر کنیم و جهان را از این منظر ببینیم وقتی حرف از طرز رفتار ما و مطابقتمون با تا او مطرح میشه این موضوع جالبتر میشه ایده تناقضها در تا او یک موضوع پرتکراره در بخشی از فصل سی اومده که اگر میخواهید چیزی ضعیف شود باید آن را تقویت کنید اگر میخواهید از چیزی به دست آورید باید چیزی را به آن ببخشید به همین ترتیب تا به عنوان یک کمان که در حال کشیده شدن توصیف میشه هرچه به اوج فشار آورد پایین را بالا میبرد هرچه بیش از حد از آن گرفته شود بیشتر میبخشد بین همه این ایده ها چرخی است راه تا او اینه داشتن چیزهایی که به طور طبیعی بالا و پایین میرن دوباره و دوباره و دوباره برابر این اگه خودتون رو به نحوی بسازید چه بخواید چه نخواهید به نقطه می رسید که سقوط می کنید. با در نظر گرفتن این موضوع بسیاری از قسمت های تاو به اهمیت ضعف و انجام ندادن کارها تاکید میکنه. چیزهای سخت می شکنن. چیزهای ضعیف خم میشن اما نمیشکنن و زنده میمونن. اگه ضعیف و بدون هیچ شکل خاصی باشید میتونید در درون جایی که هیچ شکاف و ترکی وجود نداره هم نفوذ کنید در بسیاری از موارد تا او رو یه چیز منفی توصیف کردند میگن در تا خالی بر پر قلبه میکنه بی عملی و انفعال بر عمل قلبه داره هیچ بر همه قلبه داره اما اینها همه ویژگی های تا هستند چون تا پایین رو بالا میبره در بخش بعد بیشتر و عمیقتر به این میپردازیم که منظور از همه اینها چیه و چرا تاو راهنمای بسیار خوبی برای زندگی هم هست درس شماره سه حکیمی که هیچ کاری نمی کند اعتقاد بر اینه که تاو محصول دوره جنگجویان چینه که در قرن پنجم قبل از میلاد شروع شد و تا قرن سوم پیش از میلاد ادامه داشت برای هفت کشوری که درگیر این جنگ طولانی بودند این دوره آشفتگی های سیاسی و تحولات فرهنگی زیادی به همراه داشت در این دوران افرادی که علایق فلسفی داشتند مثل کنفوسیوس گرایان و تاویست ها به رابطه با سران کشوری نیز علاقه نشون دادند به همین دلیله که بخش زیادی از تاوتچینگ و کتابهای مشابه به ویژگی های یک رهبر خوب و با فضیلت اختصاص داره تاوتچینگ رهبر ایدئال رو یک رهبر حکیم میدونه این اصطلاح و اصلاحاتی مثل اربابان شاهزادگان به قدری در چینگ تکرار میشن که برخی معتقدن چینگ بیشتر از هر چیزی به رهبری و حکومتداری مرتبطه با این حساب یک رهبر تاویست چه ویژگیهایی داره همونطور که حس میزنید یکی از بهترین راهها برای اینکه بتونیم ایده ووی یا هیچ کاری نکردن رو باز کنیم اینه که به نقش رهبری نگاه کنیم دو ویژگی اساسی وجود داره که بین تاو و حاکم تاویست مشترکه یکی ووی وو و دیگری وومینگ هستش وومینگ هم به معنای بینامی است با این حساب حاکمی که با تاو هماهنگی داره چطور باید باشه طبیعتا باید بینام و بیعمل باشه در فصل سی و چار می خونیم. او هرگز هیچ کاری نمی کند اما هیچ کاری را هم انجام نشده باقی نمیگذارد این هم خلاصه کاملی از مفهوم ووی هستش و هم میتونه به تنهایی یک پارادوکس گیج کننده باشه اما در فصل 17 به خوبی توضیح داده شده که بهترین حاکمان کسانی هستند که در حضور رؤیا سایه بیش نیستند مردد هستند و کلمات را به راحتی به زمان نمی آورند و وقتی وظایفش انجام شد مردم همه میگویند اوه این اتفاقات به طور طبیعی برای من رخ داد سایدار بودن یکی دیگه از ویژگی های حکیم و تا او هستش که در سراسر متن تکرار شده و مفهوم انجام ندادن رو به خوبی توضیح میده و نشون میده که دیگران نباید تلاش شما رو احساس کنند. در قسمت دیگه اومده که اگه شاهزادگان و اربابان راه رو دنبال کنن مردم به خواست خودشون متحول میشن همه اینها ما رو به سمت مفهوم وومینگ یا بینامی هدایت میکنه درست مثل حکیمی که مردم رو به گونه‌ای ای راه میکنه که احساس بدی بهشون دست نده. حکیم هیچ اعتباری کسب نمیکنه یا کسی از اون قدردانی نمیکنه. حکیم وظایفش رو انجام میده اما هرگز ادعایی نداره. این همون رهبریه که تاویست ها امیدوار بودن ببینن. کسی که خوشبختی دیگران رو به جلال خودش ترجیح میده. کسی که به دنبال عدالت و صلح نه جنگ و خونریزی. با وجود اینکه هیچ محدودیتی برای کارهایی که تاو میتونه انجام بده وجود نداره اما برای تلاشهای مردم محدودیت هایی وجود داره در سر تا سر متن به ما یادآوری میشه که برای ثروت یا قدرت حریص نباشیم در فصل نو به ما یادآوری میکنه که از خود راضی بودن وقتی که به مقام و ثروت دارید به معنای بلا و مصیبت است بازنشستگی پس از انجام وظیفه راه بهشت است البته تمام این توصیه ها به مردم عادی هم مربوط میشن نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید اینه که تا او همیشه در تلاشه که تعادل و هماهنگی با جهان رو به وجود بیاره اگه چیزی خیلی بالا بره سقوط میکنه حتی اگه این سقوط آهسته و پیوسته باشه باز هم سقوطی سریع و قطعی به همراه داره میشه بخش زیادی از متن رو راهنمایی برای خود کنترلی دونست. مطمئنا در اون زمان افراد ثروتمندی بودند که برای قدرت تشنه و حریص بودند اما احتمالا هدفی داشتند. اما در رویکرد تائوئیستی حکمتی هست که ضعف رو بر قدرت ترجیح داده. یکی از خصوصیات تائو جو هستش که به معنای انتاف پذیر یا است. ما این روزها موتی و تسلیم بودن رو ویژگی چندان ایداری نمیدونیم اما نقطه مقابلش چیه سخت محکم و شکننده این هم چندان ایدار به نظر نمیاد درسته به این موضوع فکر کنید که وقتی جوونید پر از زندگی هستید ضعیف انعطاف پذیر اما پایدار هستید موقع مرگ بدنتون سفت خشک و چروکیده میشه درختان و گیاهان هم همینطور اونها هم پر از زندگی هستند این اطاف بزیر و مطیع باد و باران برای اینکه بتونن زنده بمونن باید این طور باشن آب شاید مثال خوبی برای پایان دادن به این خلاصه ای کتاب باشه در فصل هشت گفته شده که بهترین خوبی ها همچون آب هستند آب بدون زحمت جریان داره و با این کار از چیزهای زیادی در طول مسیر جاری بودنش بهره میبره و تغذیه میکنه حتی زمانی که در سراشیبی و, و رو به پایین حرکت میکنه هم همینطوره تاوت چینگ میگه که آب در جایی ساکن میشه که هیچکس دوست نداره ساکن بشه حال خوب رو به منفعت ترجیح میده و همه چیز براش راحت میشه و این همون راهه و به صورت خلاصه باید بگیم که تاو تچینگ متنی کلاسیک از حکمت باستانی چینه که همچنان برای مردم الهام بخشه با وجود اینکه بیش از 20 قرن پیش گردآوری شده ایده های فلسفی داره که به قلم روی ادیان میرسه تاو تچینگ از نیروهای بزرگی حرف میزنه که جهان رو به وجود آوردن مثل آسمان ها و زمین و به ما نشون میده که چطور هماهنگ با اونها زندگی کنیم با وجود اینکه این نیرو بینام بیشکل و بیتلاشه اما بهش نام تاو رو دادن هماهنگی با تا او به معنی رهبری بدون اجباره بدون اینکه شخص به دنبال اعتبار یا تشکر باشه روش تا اینه که شادی دیگران رو با شادی خودش مقدم بدونه و ارزش نهفته در ضعف رو هم درک کنه تسلیم رو درک کنه و اون رو به سختی و اجبار ترجیح خب ممنونم ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید و امیدوارم که از این خلاصه کتاب هم لذت برده بود. شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی و پادکست های بیشتر هم به سایت سوخت دات مراجعه با ما همراه باشید و خدایا را نگه تهیه شده در آکادمی رنه سینانی